علیکم. عزم الله اجورکم ان شاء الله. یه تست بکنم رو بخش زنده من دو نفر گذاشتم اونم که تست کنیم اینجا میذاره. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت انشالله باشیم. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و عجل در بحث هفت اعمال بودیم که یکی از مباحث مهمی است که در ذهن مقدمه هم هست برای بحث نظام جزای اعمالی که مرحوم علامه بیان میکنن و بحث نظام جزای اعمال یکی از مباحث دقیقی است که بسیاری از آیات قرآن مرتبط میشه با این بحث و اگر انسان مبنا پیدا بکند در این بحث بسیاری از آیات خود به خود با این مبنا خودش رو در حقیقت اون قاعده و سنت‌های حاکم برش نشون داده میشه و برای انسان راحت تر میشه فهمش انشاءالله. حالا هرچند که نظام جزای اعمال حقیقتش مصداقیه و انشاءالله انسان باید تو حقایق وجودیه بیابه این رو، اما بالاخره تو نظام مفهومی این قواعد و سنن الهیه برش حاکم هست. بحثی که در نظام هفتیشون داشت بیان میکرد در این بحث بود که آیا هفت عمل به نسبت انسانی که محقق میشه چطوری ممکن است که اعمال رو از بین میبرد بالکل و انسان از نو شروع میکند اعمالی رو که دارد، یا نه اعمال جدا میشه و اگر دوباره برگشت امکان پذیر میشه، یا اینکه فرمودن اصلا از حیث تأثیر در سعادت هست که هبت محقق میشه، که ایشون این قوله که از حیث تأثیر در سعادت هست هبت رو پذیرفتن و تا اینجای بیان گذشت که انحصارم، سلام علیکم احمد الله، انحصارم فقط به اعمال قربی نداشت، فرمودن تمام نظام اعمال انسان رو شامل میشه، حتی همه اعمال اختیاری و ارادی انسان که به صورت عادی تو زندگی مثل اکل و شرب و نوم هم که محقق می شود جزء این هبت محسوب میشه که امکان هبت دارد. پس هبت فقط تو نظام اعمال قربی هم نبود، ظاهرا این هم گذشت دیگه، درسته این بحث هم گذشت و وارد بحث بعدی شدیم که ایشون این رو هم مطرح فرمودن. رابطه ایمان با اعمال این است که وقتی انسان کافری مؤمن می شود حیات در اعمالش دمیده می شود، روح حی او و ایمان او، روح ایمان دمیده می شود در اعمالش، و اگر انسانی کافر مؤمن باشد کافر شود اون اعمال او که روح داشت و حیات داشت می میرد، روح او، روح اونها می میرد، لذا جسد بلا روح می شود. وقتی جسد بلا روح شد تأثیر ندارد، تأثیر در سعادت ندارد، چنانچه در کافر جسد بلا روح بود و تأثیر نداشت، مؤمنی هم که رابطه روح ایمانش با اعمالش قطع بشه، یعنی ایمانش ازش جدا بشه، اعمالش جسد بلا روح می شود، تأثیر در سعادت او ندارد، چنانچه در حقیقت همه اون چی که در عالم بیرونی است ربطی به من ندارد و تأثیر در سعادت من ندارد تا روزی من نشود، اعمال او هم چی هستش؟ دیگه در او در تأثیر در سعادت حیات او ندارد. غیر از این که عرضم کردیم حقیقت عمل هم اون حقیقتی است که به اضافه اشراقی قائم به انسان است، نه اون عمل فیزیکی که در بیرون است، لذا همون عمل اضافه اشراقیه که رابطه با انسان دارد به لحاظ روح ایمان و مردن روح ایمان میمیرد یا زنده میشود و ارتباطش میماند یا قطع میشود و از حیث تأثیر در سعادت تأثیر دارد یا ندارد. پس همه این مقدماتی که گذشت رو اگر دوستان انشاءالله در نظر داشته باشن ادامه بحث اون وقت راه خودش رو پیدا میکنه. اگر تا اینجا دوستان چیزی تو ذهنشون ابهام دارن بفرمان و اگر نه وارد بحث بشه. بله دیگه عرض کردیم دیگه، برمیگرده روح ایمان وقتی که کافر شد این در حقیقت چی میشه؟ حالا تو بحث بعدی که میخوایم وارد بشیم این است که آیا تهابت بین اعمال معنا داره یا نداره. تا اینجا بین کفر و ایمان بود،
که اگر کافری مؤمن شد یا مؤمنی کافر شد، روح ایمان تأثیر میذاره در اعمال او. این بحث تقریبا ثابت شد و الحمدلله از سکوت دوستان که اعتراضم نمی کنن معلوم میشه که همه قبول کردن. اما بحث بعدی که یه بحث خودش پرحاشیه ایست، این است که تفاوت اعمال چگونه است. آیا اعمال حسنه و سیئه که در وجود انسان جمع میشن، اینها با هم تعارض و نزاع میکنن، یکی از اینها میماند؟ اگر انسان عمل حسنه دارد بعد از او عمل سیئه ای وارد شد، این سیئه حسنه را عبه میبرد یا بالکلی عبه میبرد یا به توانی که دارد عبه میبرد. یعنی اگر عمل حسنه در رتبه دهم ایمان است مثلا و عمل سیئه رتبه سوم ایمان، مثال میزنیم ما، سه رتبه از ایمان رو از بین میبرد، هفت رتبهش باقی میماند از ایمان از اون حسنه، آیا این گونه است؟ یا بالکل از بین میبرد یا نه امکان دارد که در وجود انسان حسنه و سیئه هر دو جمع شن؟ هر کدوم از اینا یه بابیه ها، گفتنش ساده است، هر کدام یک نظام تو نگاهش، یک نظام نگاهه، فقط یک نگاه نیست، یک در حقیقت مدل در انسان سازی و انسان شناسی. هر کدوم از اینا رو ما قبول کردیم، داریم تو مدل انسان شناسیمون چیکار میکنیم؟ مدلی رو قبول میکنیم که با دیگری منافات دارد. آیا وجود انسان اگر میگن واحده، واحد بودن وجود انسان به این است که یکی از اینها باید بماند؟ اگر یکی آمد و دیگری پس از آن آمد، تنازع میشه، در تنازع اون مقداری که از برایند اینهاست باقی میماند، دقت میکنید؟ یا نه امکان دارد که هر دوی اینها در وجود انسان باقی باشند؟ مرحوم علامه در اینجا قائل میشن به این که هر دوی اینها در وجود انسان میتوانند باقی باشند. البته بعضی از اعمال هستند که ریشه رابطه مولویت رو میزنن در سیئات. چون ریشه رابطه مولویت رو میزنن، این که بیاد رابطه مولویت در وجود انسان قطع میشه با خدا. وقتی مولویت خدا در با انسان قطع شد، بقیه اعمال صالح هم چی میشن؟ تهابت میشن. پس در تعارض اعمال اصل کلی به نظر، در تنازع اعمال اصل کلی به نظر علامه، که حالا ایشالله دلیلش هم اجمالا اینجا بیان میکنن، بعد ایشالله تفصیلنش میاد، میفرمایند که اصل این است که بین اینها امکان جمع هست، به این معنا که انسان در وجودش خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، هر دو در وجود انسان قابل جمع است. آیا این که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا سازگار است با این که انسان واحد است؟ وحدت وجودی انسان که یک حقیقت واحد است، این سازگار است؟ این نکته که باید انشاءالله تو بحث بهش برسیم. نکته دیگر این است که آیا خود حسنات با هم دیگه، که اینجا دیگه الان متعرض نمیشن، وقتی کنار هم قرار میگیرن، همین ها با هم دیگه تبدیل به یه حقیقت واحده میشن، یا حسنات ممکنه با هم دیگه چی باشن؟ در کنار هم جمع شن. مثلا نماز حسنه ای باشد و خود نمازها حسناتی باشن، روزه حسنه ای باشد و کذا در حقیقت بقیه اعمال عبادی حسناتی باشن. ده همون جوری که در بحث بین حسنات و سیئات این حقیقت رو ایشون قبول کرد که کثرت امکان پذیره، این کثرت منافی با وحدت نیست و امکان پذیره، در نظام حسنات هم ایشون قبول میکند که حسنات متکثر ممکنه باشن، لذا در حقیقت این حسنه و اون حسنه و اون حسنه در این وجود واحد امکان دارد با هم دیگه متکثرن جمع شن و این منافی با وحدت وجودی که در انسان است نیست. علتش هم این است که در روز قیامت در روایات دارد که موازین متعددی نصب می شود و نزع الموازین القسط، در اونجا موازین نصب می شود، هر کسی موازین دارد، لذا انسان عمل صلاتش میزانی دارد و روزش میزانی دارد، ممکنه نمازش قبول بشه ولی روزش قبول نشه. بله بعضی از موازین نسبت امیت بر بقیه دارن، یعنی اگر او قبول نشود بقیه هم قبول نمیشود، اذا قبلت قبل ما سواها، از این جهت که بقیه شأنیت قبول رو داشتن
بقیه میزانشون صحیح بود، اما شرط قبولی اونها این بود که این قبلت نسبت به صلات محقق بشود. اگر در حقیقت ما اینها دیگه اونها تو نظام اعماله که امیت نسبت به همدیگه دارن، اما اصل این است که اینها موازینی دارن و هر کدام برای خودشون قابل در حقیقت چی هستن؟ میزان هستن که ممکن است روزه قبول شود ولی حج قبول نشود. ممکن است یعنی روزه قبول شود ولی حج قبول نشود. ممکن است حج و روزه قبول بشوند مثلا و جهاد قبول نشود. هرچند تأثیر و تأثیر دارند، همه اعمال انسان در هم دیگه تأثیر و تأثیر دارند، اما این تأثیر و تأثیر گاهی به نحو اندکاک و جمعیت به نحو این است که اینا یکی بشن، یه حقیقت فقط بماند، یا به نحو این است که نه تکثر دارند. یه بحث دیگه این است که این تکثر، اینا چون مرتبطه دنبالش رو عرض کنم که بعد ممکنه سوال شما رو جواب بده، این تکثر در نظام اعمال منافی با توحد در روح ایمان نیست. یعنی ممکن است اعمال مختلفی از انسان صادر بشوند، هر کدام از اینها با اینکه متکثرن در روح ایمان تأثیر میذارن، از روح ایمان نشأت میگیرن و در روح ایمان تأثیر میذارن. روح ایمانی که از این ساخته میشود و شکل میگیرد و محقق میشود، او واحد است، او برایند همه این هاست. اما این عمل در ناحیه عمل متکثر است و موازین دارد و برای خودش میزانهایی دارند، در اینی که تو مرتبه روح ایمان اونجا چی هستش؟ یک حقیقت واحد است. پس این که عرض کردیم تکثر منافی با وحدت نیست، موطنشون متفاوت است. موطن تکثر در مرتبه اعمال است، موطن توحد در مرتبه روح ایمان است. لذا روح ایمان میتواند واحدی باشد که همه اینها ظهورات و بروزاتش باشد، مثل علمی که در درون ما هست. وقتی که این علم بروز و ظهور پیدا میکند، تکثراتی دارد. حساب غیر از خلاصه مثلا هنر است و حساب و هنر غیر از مثلا علوم الهی هستند در نظام، اما در این حال علم در وجود انسان یه حقیقت واحدی می شود که اون تو اون مرتبه واحد است. دقت می کنید، یا بفرمایید خود اجتهاد، که اجتهاد یه ملکه واحد است، اما در این حال کتاب های متعدد فقهی و فروع فقهی متکثرن. این تکثر اینها منافی با توحد او نیست، این تکثر و توحد متنشون متفاوته. پس اگر نظام اعمال متکثره، منافی با این که نظام روح ایمان واحد باشد منافی نیست. ممکن است ملکات متعددی حتی از یک عمل محقق بشود، مثلا یه ملکه‌ای در رابطه با نظام اخلاقی ایجاد بشود که نسبت توحد پیدا میکند نسبت به اون عمل اخلاقی، درسته؟ اما در این حال ملکات مختلف باشند، یکی شجاعت رو دارد اما سخاوت رو ندارد، میتواند جمع شه بین این که با اینکه روح ایمان هست، با اینکه روح ایمان هست، با آمدن روح ایمان ملازم با این نیستش که همه ملکات با هم دیگه بیان در رتبه روح ایمان، نه، ممکن است روح ایمان باشد و ملکه شجاعت باشد اما ملکه سخاوت نباشد، این آدم بخیلی باشد اما شجاع باشد و از جهت ایمانی هم مؤمنم باشد، از ایمانم خارج نشده باشد، هرچند نقص دارد تو این ناحیه. پس روح ایمان برایند اندکاکی همه اینا هست. دقت میکنی؟ قطعا کسی که هم سخاوت دارد و هم شجاعت دارد روح ایمانش قوی تر است در نظام اون وحدت، اما منافی نیست که کسی شجاعت داشته باشد ولی سخاوت نداشته باشد. این دوتا با همدیگه همدیگه رو دک نمی کنن که اگر این سخاوت نداشت بیا شجاعت به این برود، نه، این دوتا کنارم. لذا خلطو عملا سالها و آخر سیاه در وجود این. پس اگر اینجوریست انسان وارد می شود، چه بر مسلک مجازات که بگیم جزا نسبت به اعمال، چه بر مسلک چی؟ تجسم اعمال، که عمل به همون آغاز عمل نتیجه داره محقق میشه تو وجود این و این عمل است. بر هر دوی اینها هم این مسئله صادق است، تنافی در این مسئله نیستش. یکی دو این سوال، ساعت هم خوابیده یادتون باشه، ساعت خوابیده باشه به ضرر شماست بعدن. بله، نظام جزا بر اساس روح ایمان هم هست، نه فقط بر اساس روح ایمان باشد. نظام جزا بر اساس روح ایمان هم هست به این معنا که روح ایمان نشون میده عمق عمل رو، اما این که اعمال متفاوت باشند منافی نیست روح ایمان با این، یعنی اون وحدت سازگار با این کثرته. بله، اگه
تفاوت اعمال بالاخره وقتی با این روح ایمان سنجیده میشه، مثل این که مثال دیگه، مثلا شما صلاتتون رو و زکاتتون رو دارید با روح ایمان میسنجید، میگیم خب روح ایمان نسبت به این دوتا تاثیرگذار است، از باب اینکه صلات و زکات از اون موتن نشأت گرفته، درسته؟ اما صلات غیر زکات هست یا نیست؟ تکثر این دوتا با توحد روح ایمان سازگاره. موازین به لحاظ شرایط خاص هر عمل است. یعنی اینجوری نیستش اگر یه عملی میخواد به صلاح نشون داده بشه که این عمل صحیح واقع شده یا صحیح واقع نشده، برای ما موازین خاص خودشو دارد، لذا این میزانش غیر از میزان اون دیگریست. در نظام عمل مثل صلات غیر از روزه است، برای خودش آدابی دارد، احکامی دارد، قواعدی دارد، قبولی دارد، ردی دارد، دقت میکنید؟ لذا میزان خاص خودش هم دارد. این میزان خاص، حالا میزان خاص چی هستش؟ او بماند که میزان خاص هر کدوم از اینا چی هست؟ آیا میزان عمل امام است؟ میزان هر کدوم از اینها تو این مسئله، یعنی عمل امام همچنان که تو احکام میزان عمل است و مقتدای عمل است و تقریر امام، فعل امام، گفتار امام در هر موضوعی میزان عمل است و باید مطابق و انجام بشه، بر در قبولی هم میزان عمل امام است، هر چی به او شبیه در باشد. یه بحث دقیقی سر جای خودش البته. صحت عمل، حالا صحت عمل اعمال خب این قابل فهمه، اما قبول عمل به نظر میاد به همچنان که صحت عمل، این عمدن مثال زدم، همچنان که صحت عمل برای خودش قواعدی دارد که با عمل دیگه متفاوته، قبولی اعمال هم تو نظام در حقیقت همین ها مختلفه، لذا میشه یه عملی مقبول باشد عمل دیگری مقبول نباشد. عرض کردم که انما یتقبل الله من المتقین، اون روح ایمان است، روح ایمان واحد است، یعنی تقوا یه حقیقت دویده شده در همه است که همون روح ایمان است. او در حقیقت اگه روح ایمان نباشه هیچ عملی هر چقدر هم با شرایط صحتش انجام بشه که مقبول نیست. خب معلومه که، یعنی این قطعیه، عرض کردم دیگه. اما در این حال این منافی با تکثر نیست، یعنی این بحث اگر ثابت بشه تو نظام برنامه ریزی های تربیتی ما خیلی میتونه مدخلیت داشته باشه که نقاط به اصطلاح برجسته‌ای که با تو نگاه تربیتی نگاه بکنیم، آیا میشه از نقاط مختلف وارد شد؟ آیا میشود روحیات مختلف رو نگاه کرد از نقاط مختلف وارد شد؟ بحث زیبایی پیدا میکنند که این تکثر دیده شده است، محقق است، تاثیرگذار است، در اینی که با توحد ناسازگار نیست. بله، قول کلون یعمل، و این یعمل مطلق است، علا شاکلته، بر شاکله که دارد. حالا اگر روح ایمان رو ما در نظر بگیریم که واحد است، اعمال سیئه که نمیتونن مرد ظهور این روح ایمان باشن، روح ایمان اعمال صالح بروزشن، اما اعمال سیئه از روح ایمان نشأت نمیگیرن، اعمال سیئه هم از مبدعیت خودشون نشأت میگیرن، از اون فقدان روح ایمان در مراتب کمالیش اعمال سیئه نشأت میگیرن. لذا میبینید که انسان تو وجودش دائما و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اون اعمال شرکامیزشون از اون مبدعیت شرکی که فقدان ایمان است نشأت میگیره، و اون اعمالی که از مبدع ایمان نشأت میگیره مربوط به اون روح ایمانی است که در وجود این هست، هیچ اشکالی هم در این مسئله ایجاد نمیکنه. این به معنی میشه که تمام اعمال به اصطلاح شرک و کفر عدمی هستن. حالا الان ما مثال رو به این زدیم، الان مثال رو به این زدیم که اونها نبود کماله، اصل مسئله مقبول بعدن، یعنی اصل مسئله بعداً صحیحه، اما الان نمیخوایم اینو اثبات بکنیم که یهو از بادیه بحثمون دور بشیم. بحث در این است که جمع اعمال به معنای، ببینید الان دو تا ادعا ما کردیم، یه ادعا در این بودش که امکان هم عمل صالح هست هم عمل سیئه در وجود انسان، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این که مبدعشه، که در مبدعیتش که اعتقاده میگه جمع میشه با هم دیگه، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این مبدعیته، که شرک و ایمان که مبدعیت اعماله، میگه تو مبدعیت هم این امکان جمع هست، هر مرتبه از ایمان با در حقیقت نبود مرتبه بالاتر همراهه که میشه شرک، با نبود ایمان بالاتر این میشه شرک، پس جمع میشه این دوتا با هم دیگه. میگه همچنان که این جمع میشه عمل صالح عمل سیئه هم جمع میشه دیگه، اون مرتبه عمل صالح از این مرتبه ایمان نشأت بگیره، اون مرتبه در حقیقت اعمال شرکامیز
که با روح ایمان هم جمع شد از مرتبه شرک آمیزش اعمال صالح و سیئه نشأت بگیرن. همچنان که این قابل جمع است، خود اعمال صالح هم چی هستن؟ متکثرند و این هم مانعی ندارد، چون ممکنه کسی تو ملکات اخلاقیش ملکهی براش خیلی محقق شده باشد، ملکهی در ابتدای تحققش باشد، در نظام در حقیقت این ملکه اعمال سخاوت براحتی سخیست، اما در شجاعت کاملا ترسوس. الان اشکالی نداره، این قابل جمع، این دوتا با هم دیگه. همچنین ممکن است که این اعمال صالح عمل شجاعتش در رتبه دهم باشد ولی سخاوتش در رتبه یکم باشد. دلیل بر این نیستش که اگر روح ایمان این رتبه مثلا پنجم ایمان است، حتما و حتما باید حتما سخاوت و شجاعت و تمام ملکاتش در رتبه پنجم ایمان باشد. دقت میکنید؟ نه، ممکنه که این رتبه به اصطلاح این اندکاکی و سرجمع اشه که میشه روح ایمان. در یکی ممکنه خیلی قوی باشد، سخاوت براش واقعا ساده باشد، اما شجاعت براش خیلی سخت باشد. لذا میبینید اینا سرجمع، اینا با هم دیگه میشه روح ایمان. مثال داریم میزنیم، ما سرجمع اینجوری اعتبارش میکنیم، ما اعتباری نیست، اما منبابی که معلوم بشه که تو نظام اعتبار این وحدت با اون کثرت سازگاره، با این اعداد مثال میزنیم. بعد آره اینو حل کنیم، اون استطرادی گفتیم، آره این حل بشه اصلش، بعد از اون نتیجه گرفته میشه که حالا پس میشه تک تک موضوعات رو چه جور کار کرد، اون کل روح کلی رو چه برنامه باید داشت، برای تقویت روح کلی یه برنامه باید ریخت، برای تقویت آیا روح کلی اگه قوی بشه همه اعمال خودشون میان بالا یا نه. نه اینجوری نیستش که اگه روح ایمان قوی بشه همه اعمال همشون با هم دیگه چی بشن؟ خود به خود بیان بالا. ممکنه بعضی بیان بالا بعضی نیان بالا، لذا باید ریشه های اونها رو هم پیدا کرد. ممکنه روح ایمان تو این قوی تر بشه، اما شجاعتش بیشتر بشه، نه سخاوتش. امکان پذیره؟ بله. اگر تو نظام معرفتی ورای روح ایمان که میشه اون حالا یه مرتبه بالاتر که روح قدسی باشد، که تو نظام اونجا اگر محقق بشه، او تغییر تو همه وجوده. او یه بحث دیگری دارد که تو نظام انبیا اینجوری میشه که اونجا همه وجود تغییر میکند. او تو نظام تربیتی ما خیلی در حقیقت لحاظ نمیشه، چون اینجا قابل لحاظ و او دیگه قابل لحاظ نیست، چون اون تغییر در نگاه آنچنان ایجاد میشه که همه صفات رذیله یک جا میریزه و همه صفات کمالی یک جا محقق میشود، البته با حفظ مراتبش، ولی یک جا محقق میشه. اون یه بحث دیگری است که همون طریق معرفت نفس هم که میگن به همین برمیگرده، اون طریق معرفت نفس. ایمان ده مرتبه، یعنی ایمان هم منظور روح ایمانه، اون مربوط به روح ایمانه. بله، روح ایمان ده مرتبه داره. بله بله بله. پس اگه کسی ممکنه مثلا روح پله پنجم باشه، هم شجاعتش پله اول باشه. بله ممکنه. ندیدی؟ همه چشمندیش مال همینه دیگه، زیبایی چشمندیش همش مال همینه دیگه. بله. که این سلام علیکم اتالله. بله، یه دوش علامه که تو بحث تربیه تو جلد اول بحث شد که اون بحث خوب بود بله بله عرض کردم اونو دیگه. ببینید بر اساس اون نظام حبی که اون مکتب مسلک مرحوم علامه، اینم عمدن دفعا لشبهه که آقای خلاص داوود آبادی میخواست بکنه اینو گفتن دیگه، که البته تو بعضی از نظامات که مثل همون نظام معرفت نفس که جلو میره، یک دفعه همه کمالات ایجاد میشن و همه رذایل میریزن بر اساس معرفت نفس که اون راه خاص است. دقت میکنید؟ او آنچنان معرفتی ایجاد میشه دیگه منیتی نمیبینه. این حرکتی که داریم در اینجا میگیم بر اساس مسلک انبیا ثواب و عقاب است، بر اساس در حقیقت مسلک حب ذات و در حقیقت دیدن من است این بحث. اما اونجایی که دیگه من دیده نمیشه، این بر اساس اصحاب یمین است که داریم الان عرض میکنیم، اما بر اساس حکم السابقون. بله البته ایشون میگه، آقای میران میگه، این که پس معلوم شد ما میفهمیدیم چرا به ما ربط نداره، چون مربوط به اصحاب یمین بود، ما سابقون رو داشتیم بحث میکردیم. یعنی در خودمون که وجدانی میبینیم، آقای میران میگه ما سابقون، اعتراضمونم به مرتبه سابقون بود که میگه وجدانیمون غیر از اینه. او بحث سابقون البته با بحث معرفت عمدن این رو اشاره کردم گذاشتم، چون میدونستم که آقای داوود آبادی میخواد این اشکال رو بکنه، لذا گفتیم که بعد جوابش رو قبل عرض کرده باشیم. این مسئله
اندک نبی ختمی که حرکت حبیه میشه و همه چیزها یه دفعه میریزه که ان العزت لله جمیعا ان القوت لله جمیعا. اگر اون بیش پیش بیاد شجاعت و سخاوت و اینها همه اونجایی که از منیت نشأت میگیره میتونن متفاضل باشن که یکی رشد کنه دیگری رشد نکند، اما در اون جایی که ان العزت لله باشد و منیت ها ریخته باشد او دیگه همه کمالات با هم یک جا محقق میشه، اونم البته با حفظ مراتبش تا مرتبه‌ای که اون عظمت محقق شده باشد. ان العزت تشکیکیه، تحققش هم تشکیکیه نسبت به اعمال. من ساعت رو اینجوری نمیبینم، خیال من راحت از ساعت، اما میخوام یه تطبیقم 20 دقیقه 12 پس حالا باشه، بس اینقدرش، همینقدرش باشه، تو تطبیقش بکنیم. البته این عرضی که کردم قسمتیشو مرحوم علامه اینجا آورده، قسمتیشو تو یه جای دیگری آورده، حالا باید اقلا همین قسمت تطبیق بکنیم تا یه خورده پیش رفته باشد. تا کجا خوندیم جناب آقای؟ 170 از هر صفحه. و هنا مسئلتون اخرى کل متفرعت علا هذه المسئله و هی مسئلت الاحباط و تکفیر. میگه که این در حقیقت مسئله احباط و تکفیر متفرع بر مسئله حبتیست که قبلا داشتیم و بیان شد. و هی ان الاعمال هل تبتلو بعضها بعضن، آیا بعضیش بعضی دیگر ابطال میکنن؟ حسنه که میاد سیئه رو ابطال میکند، سیئه که میاد حسنه رو ابطال میکند، اولا تبطل، یا اینکه نه ابطال نمیکنن. بل للحسنت حکمها ولی سیئت حکمها، حسنه حکم خودش رو دارد سیئه رو. نعم الحسنات، بله اگر هم گفتیم که حسنه حکم خودش رو دارد و سیئه حکم خودش رو دارد، نعم ما این رو قبول داریم که الحسنات رو به ما کفرت از سیئات به نص القرآن، این رو قبول داریم که اون تکفیر میکند دیگری را میپوشاند که نکفر در حقیقت چی سیئاتهم. این منافی با اون نیست اگر گفتیم حکم خودشون رو دارن، یعنی هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. به صورت عادی حسنه سر جای خودشه، سیئه سر جای خودشه، مگر رابطه پیدا بشه و تو اون رابطه بله تأثیر هست، اما اصل این است که حسنه حسنه است و سیئه سیئه است و کنار هم دیگه جمع میشن، مگر اینکه سیئه ای مرتبط با حسنه ای باشد که اون سیئه مرتبط با حسنه فدر او بالحسنته از سیئه، که با این حسنات سیئات رو، حالا چه بگن در تحیات باشه چه برخورد بد باشه هر چی که باشه، یا بگن نه مطلق است این فدر او، فدر او فدر او مطلق باشد. بله ذهب بعضهم الى التباطل، بعضی از اقوال گفتن تباطل و تهابط مطلقا، هر حسن سیئه رو عبه میبرد، هر سیئه حسنه رو، بین الاعمال و قد اختلف، خود اینا دو دستن ها اولاء بینهم، فمن قائل بان كل لاحق من السيئه، هر لاحقی از سیئه حتما ابطال میکند چی رو؟ حسنه سابق را. لاحق از سیئه مبطل چی هستش؟ حسنه سابق است. کل عکس، عکسش هم صادق است. و لازمه ان لا یکون عند الانسان من عملهی، لازم این قول این است که همیشه انسان یا حسنه فقط دارد یا سیئه، چون در حقیقت اگر حسنه و سیئه داشته باشد خلاف این بحث میشه، خلاف این مبنا میشه دیگه. و لازم ان لا یکون عند الانسان من عملی الا حسنه فقط او سیئه. و من قائل از همین قول بالموازنه و هو ان ینقص من الاکثر به مقدار الاقل، درسته که هر حسنه سیئه را به میبره، اما نه هر حسنه بتونه هر سیئه را به ببرد. حسنه اگر به اندازه سیئه بود سیئه را، اگر کمتر بود قسمتی از سیئه را به میبره، اگر بیشتر بود همه او را به میبرد، یه قدری هم زیاد میاره حسنه باقی میماند، در حقیقت موازنه محقق میشود. اینم یه قول. و هو ان ینقص من الاکثر به مقدار الاقل و یبقى الباقی سلیما عن المنافی. و لازم القولین جمیعا، ولی لازم هر دو قول این است که ان لا یکون عند الانسان من اعماله الا نوع واحد، حسنه باشد یا سیئه باشد، لو کان عنده شیء منهما، اگر یکی از اینا، اگر هیچی نداشته باشد که هیچی دیگه، اما اگر یه اعمالی دارد یا حسنه است فقط یا سیئه است. و یردهما اولا، ایشون میفرماید به دو دلیل این باطل است، اولا قول تعالی و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، که این دوتا در وجودش جمع شده، اصل الله ان یتوب علیهم و الله غفور رحیم، که خدای تعالی غفور رحیم از سیئات اینها رو می آمرزد، یعنی حسناتشون سر جاش بوده، و الا قائل این بوده که بگی حسنات من کم است، خدای حسنه فقط بهم بده، چون بالاخره اگه حسنات داشته باشد با سیئات دیگه نباشد. میگه نه، آخرون اعترفو، اینا اعتراف میکنن که چی هستن، خلطو عملا صالحا، عمل صالح دارن، و آخر سیئا، نگه در مبدأ ورود این فقط، نه این به لحاظ
اعترفو حال وجودی شخصه که اصل لا ان یتوب علیهم به لحاظ خدا و جزای عمل ان یتوب علیهم نسبت به سیئاتشون و الله غفور رحیم. بله ان الله خوب ان الله درست درست کن چکای اینجا اشکال داره، این اشکالات توی چیز میاد ملما اصلاح نشده بود. ان الله غفور رحیم. بله درست بود بقیهش. بعد فإن الآية ظاهرة في اختلاف الأعمال و بقائها على حالها إلا أن تلحقها توبة من الله سبحانه و هو ينافي التهابط به ای وجه تصوروا. هر جوری بخوان تهابط رو تصور بکنن، چه موازنه قائل باشن در تهابط، چه در حقیقت چی باشن دفع بالکلیه نسبت به همدیگه قائل باشن، این در حقیقت سازگار نیست به هر دو قول. و ثانیا انه تعالی جرا فی مساله تاثیر الاعمال الا ما جرا علیه العقلا، روش الهی در تاثیر اعمال و امر به اعمال و تأثیر اعمال روش عقلاست. روش عقلا چی هستش؟ یک کسی ممکنه توی کاری کار خوب کرده باشه، کار دیگری کار بد کرده باشه، نسبت به کار خوبش تحسینش میکنن، نسبت به کارش بدش چی کار میکنن؟ یه مرتبه پایین تره در دلیلا، منتها اینم ادهی رو اقناع میکند که روش خدا روش عقلاست. ایشون این روش عقلا رو در نظام حتی جزا هم قائله، لذا میبینید که این نگاه عقلا رو نگاه اعتباری که از یه حقیقت نشأت گرفته چون میدونه، نه نگاه اعتباری محض. دقت میکنید؟ بر این اساس خلاصه این حکم رو هم میکنن. جرا فی مسئله تأثیر الامان علا ما جرا علیه العقلا فی الاجتماع الانسانی من طریق المجازات و هو الجزا علی الحسن علا هده و علی السیئ علا هده الا فی بعض سیئات. ببینید این نکتشه. الا فی بعض سیئات من المعاصی التی، اون معاصی که تقطع رابطه المولویت و العبودیه من اصلها، یه سیئه ایست که اصل رابطه رو قطع میکند. اینقدر این در قطع سیئه قوی هست و شدید است، شدتش هم حتما این نیستش که یه گناه کبیره خیلی کبیر باشد و رابطه عبودیت رو نشونه گرفته این سیئه، که اگر رابطه عبودیت رو نشونه گرفته باشه، رابطه عبودیت قطع شد، بقیه به طریق اولا قطع شده، یعنی این مثل ارتداده، مثل حبته، از این سنخ میشه دیگه، برگشته به اون قاعده میکند. نه از باب این که این حسن اومد همه سیئات رو به این برد، نه، چون این سیئه به گونه‌ای بود که قطع رابطه مولویت میکرد، ملازم بود با ارتداد یا کفر، این در حقیقت چی میشه؟ این برگشت میکند به همون مسئله کفر و ارتداد، نه به لحاظ عمل بودن. بله، حالا او لا توبتلو، اگه اونجوری بگیم اون وقت همه باید کافر باشیم، یه جوری هم نکنید که رابطه مولویت و اون دیگه چیزی کو مؤمن دیگه اون وقت. ولی یه چیزی بگیم، من عمدن مثال نمیزنم چون خلاصه میترسم، چون هرچی مثال بزنیم تو این مثالها خودمونو نشونه گرفتیم، رابطه خودمون اعتقاد بهش باعث میشه چی بشه؟ اصل اعتقادش رو قبول میکنیم یه همچین چیزی اگر. اما کدام یک از اعمال؟ بله ممکن تو روایت فرموده باشد، اما چون لا توب تلو صدقات کن بالمن ولا، نه رابطه مولویت قطع شه. اگر رابطه مولویت قطع بشه یعنی کافر شده این. درسته که این ریا و اینها همه شرک هست گفتنم، اما کیه که از ریا خالی باشه؟ کیه که از من و عزا خالی باشه؟ این همون و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. خب بله تو سیر اوغلاس اینه، یعنی یه کسی یه کاری رو انجام میده تو سیر اوغلا که اصل مثلا زیر قانون رفتن رو زیر سوال برده با این عملش، نه فقط یه قانون رو زیر پا گذاشته باشه، یعنی بله دیگه، یعنی میشه قبول نداره، یعنی با یه کارش یه کار انجام داده اما خودش رو از زیر مجموعه این کشور کشیده بیرون، از زیر مجموعه کل قانون گذاری. خب دیگه این قانون این کشور اگه خود بر این حاکم باشه دیگه نمیشه بگه یه تخطی کرد فقط، مثل فتنه. خب بله دیگه، بله دیگه، کار خیلی که تو رابطه نظام بوده، تو رابطه، یعنی شما در نظر بگیرید مجموعه رو با هم دیگه خدمت هایی کرده بوده تو نظام، جزا داره، ضعف هایی هم داشته، جزا داره، بعد میاد یه کاری میکند که اصل رابطه خودش رو نسبت به این نظام میبره زیر سوال با یه عملش، تمام اون خدمت هایی هم که قبلا کرده بوده چی میشه؟ همش از بین میره دیگه. دیگه نمیشه بگی این خدمت اینم یه عمل همین به همین اندازه باشه. این قطع رابطه مولویت تو نظام الهی، ظهورش تو نظام اجتماع و قانون گذاری با این میشه. چرا؟ نه تو سیر اوغلا همینجوریست، کسی که در مقابل یک نظام اسلحه میکشد، مثلا ببینید اسلحه میکشد، نمیگن خب اسلحه کشید حالا قلقلکش بدیم یه خورده تا در همین اعدامش میکنیم، ولی بالاخره این در سال مثلا فلان ملاحظه بزرگم کرد، این ذکره دیگه، چون این دیگه نیست. یعنی اگر سیر اوغلا دیگه تاریخ خدمت اونه، نه اینکه این باشد،
این دیگه خادم حساب نمیشه دیگه. اوغلا این رو اینجوریه که الان میگن اعدامش میکنن، میگن این هم خادم است هم خائن. در اون حالتی که این کارو کردیم میگن این خائن است. دقت میکنید؟ تاریخا نگاه میکنن میگن توی زمانی خادم بود، اما الان چیه؟ شخصیت الانش ملاکه دیگه، میگن این الان خائن است. لذا تمام خدمتاش با این رفته چی شده؟ زیر سوال. این خدمتاش رفته زیر سوال به این معنا که این یه شخص است، نه شخصیت های متعدد. لذا می بینید الان بروزش خیانتی یعنی تا لحظه مرگ. اگر این تا لحظه مرگ رابطه مولویت همینجور حالا بعد بیان میکنن، اگر مون این خائن است علل اطلاق، چون حال آخرش که تثبیت میشه براش مهم است. دقت میکنید؟ لذا بله اگر موفق به توبه شد، اگر موفق به توبه شد و برگشت و از این حالت برگشت، اون اعمال خدمتش براش محسوب میشه. بله این حالا بیان این رو هم میکنه دنبالش دیگه، بیان میکنه منتها دیگه ظاهرا فردا میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا اونم ان شاء الله فردا. ولی خیلی بحث پرفروعیه ها، راحت دستش ندید، روش فکر بکنید. تو نظام تربیتی خیلی این بحث مدل ایجاد می‌کنه. نمیدونم حالا باید بگردیم. من اینقدر میدونم علامه توی مسئله جاهای مختلفی بحث کرد، فقط اینجا نیست، جاهای مختلف این بحث رو برد. حتما این بحث شده، معمولا لابد راجبه این مقاله هم لابد نوشتن از این سه سالها که مینویسن در افکار علامه، اونا لابد تحقیق کردن. ولی من نه، اگه این موقع شما جایی دیدید که خوبم بود به منم نشون بدید استفاده میکنم. چه رابطه تشکیکی بین اعمال اون بودنشون خود اصلشون همه توی یه موتنه و دوم هم تو مصداقش، مثلا بعضی جاها مثلا تو روایت برزخ میگه که نماز میاد، زکات میاد، چه میاد چه میاد قبول نمیشه، اما مثلا صبر میگه شما هیچ کدوم نتونستی من میاد، یه جای دیگه ولایت رو میگه. اونا یه بحث داره شما، اونا همه قابل بحث، همش بحث داره، این منافی با هم نیست. یعنی اینا با جمع شدن این روایات با این بحث خیلی بحث جالبیه و چون میدونم استنکار میکنید از ابتدائش، خلاصه یه خوردش رو وارد شد همش رو نیوردم، گفتم بذار با یه ذره یه ذره جلو بریم. همین بعدش هم خلاصه این اعتراضات جدی نمون جلسه رو بسید ترک کنم. سلام. سلام.